درود بر شما دوستان عزیز. چرا چربی های اضافه دور شکم جمع میشن؟ دلایل متعددی برای چاقی شکم وجود داره که از مهمترین اونها میتوان به عدم تحرک بدنی، خانه نشینی و پشت میز نشینی اشاره کرد که بدترین دشمن سلامت و عامل اصلی تجمع چربی در شکم و سموم در بدن محسوب میشوند. همچنین داشتن عادت‌های بدی که باعث چاقی می‌شوند، اختلال در هورمون‌ها و ژنتیک دیگر عوامل محسوب می‌شوند. اما خوشبختانه امروزه راه‌های زیادی برای مقابله با این چربی‌ها وجود داره که بعد از ورزش برای لاغری شکم مهم‌ترین اونها استفاده از گیاهان دارویی مثل زیره هست. به همین منظور در این ویدیو میخوام شما را با نحوه استفاده از زیره برای لاغری شکم آشنا کنم. پس همین حالا ویدیو رو لایک کنید و در ادامه با من رکسانا افشار همراه شوید. به چند صورت میشه از زیره برای لاغری شکم استفاده کرد؟ روش اول، سرخ کردن دانه های زیره و آسیاب کردن اونها. افزودن یک قاشق چایخوری به سالاد، سوپ یا سبزی های خوش و سرخ شده. روش دوم، دم نوش زیره سبز. دانه های زیره رو در آب بجوشونید و بذارید 10 دقیقه بمونه و بعد مصرف کنید، یا اینکه دو قاشق غذاخوری دانه زیره رو از شب تا صبح بذارید خیس بخوره و بعد اون رو بجوشونید و نصف یک عدد لیمو یا 20 قطره آب لیمو رو در اون حل کنید. پیش از غذا میل کنید. روش سوم، افزودن به برنج به همراه روغن زیتون. یک قاشق غذاخوری روغن زیتون رو گرم کنید. یک قاشق چایخوری دانه زیره رو به اون بیفزایید. این ترکیب را به برنج آبکش شده اضافه کنید و اجازه بدید برنج دم بکشه. پس از اینکه برنج دم کشید، مقداری کره آب شده رو روی اون بریزید و به همراه گوشت یا مرغ این برنج خوشمزه رو سرو کنید. روش چهارم، پودر زیره برای لاغری شکم. زیره رو هم میتونید به صورت پودری و آماده تهیه کنید و همین که خودتون دونه های اون رو به پودر تبدیل کنید. یک قاشق چایخوری از پودر زیره رو با یک قاشق غذاخوری ماست مخلوط کنید و قبل از غذاتون میل کنید. روش پنجم، زیره، زنجبیل و لیمو. مقداری سبزیجات تازه رو خرد و آماده کنید و اگر به پختن نیاز داشتند اونها رو بپزید. زنجبیل و لیمو هر دو خاصیت کاهش وزن زیره رو افزایش میدند. برای تهیه این ترکیب زنجبیل رو بسایید. پودر زیره، آب لیمو و زنجبیل ساییده رو بر روی سبزیجات بریزید و به عنوان شام مصرف کنید. در آخر باید توجه داشته باشین که اولین مسئله در خصوص چاقی این هست که ابتدا قبل از اقدام به هر کاری برای کم کردن وزن، علت چاقیتون مشخص بشه. اگه در آزمایش‌های علمی مشخص شد که مشکلی وجود نداره، بعد از اون میتونیم به گیاهانی که خاصیت لاغرکننده که دارند مثل زیره برای لاغری شکم و درمان چاقی فکر کنیم. همچنین بدونید که با استفاده بیش از اندازه از هر ماده‌ای تغییرات زودتر برای شما اتفاق نمی‌افته و فقط برای بدنتون میتونه ضرر داشته باشه، پس به اندازه و درست مصرف کنید. مرسی از شما دوستان عزیز که ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. لطفا اگه ویدیو رو دوست داشتین فراموش نکنید که لایک کنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.